دوستانو د افغانستان اقتصادي حالات تر ټولو مهمه مسله او خبره ده. د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي کوشش دا دی چې زموږ او تاسو دغه اقتصادي حالات بیرته په پښو ودروي او هغه ستونزو مشکلات چې دي هغې ته باید د پاټکه کړي او یا د حل لارې ورته ولري. زموږ او تاسو دوستانو دغه د وړو سرمایه ګزاریو یا د وړو لاسي پلورونکو یا دې ته ور هغه منځنۍ سرمایه ګزاریو چې په افغانستان کې یو صندوق یو اتاق یې هم درلودله چې اوس یې فعالیتونه یعنې روان دي، خو هغسې لکه چې پخوا و هغسې نه دي. د دوی موخه او هدف دوستانو دغه و چې ډیری زموږ خلک په همدغې وړو سرمایه ګزاریو باندې اخته دي او دا د یو هیواد د اقتصاد لپاره تر ټولو مهمه خبره هم ده، ځکه ډیری کاروبار د همدغې لاسي پروشار څخه یا په دغه وړه سرمایه ګزاری باندې سرته رسیږي چې ډیر خلک پکې یعنې په دې کې هغه راکړه ورکړه هم ډیریږي. که د یو څه په کار وي ښار ته راځي په وړو لږو پیسو اخلي، هماغه ده چې د یو مملکت اقتصاد همدغې ځینې جوړیږي بیا لوی خبره لوی اقتصاد ته رسیږي. اوس مهال په افغانستان کې لاسي پلورونکي چې موږ ورته وایو چې دغه دغو یوه برخه ده، په کوم وضعیت کې دي؟ دوی مثال هغه غرفې هغه ځایونه چې دوی ته جوړ شوي دي هغه دوی ته د قناعت وړ دي او که نه، یا دوی په مقابل کې چې کومه کرایه اوس اخیستل کېږي لږ ده ډېره ده، دوی څومره خوشحاله دي؟ یا په ټوله کې د افغانستان په اقتصاد یې اوس څومره منفي یا مثبت اغېز کړی دی؟ د همدې موضوع په اړه راسره په خبرونو کې د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی نورالحق عمري میلمه ده چې ښه راغلاست ورته وایم. عمري صاحب سلام، سهار مو بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت همکاران محترم تخنیکیتان و از طریق تلویزیون زیبای ملی با تمام مردم افغانستان عرض ادب و احترام دارم. ډیره مننه کوم. ښاغلی عمري، اوس مهال چې دغه وړې سرمایه ګزاري موږ ورته وایو، منځنۍ دا په کوم وضعیت کې دي؟ وضعیت یې څنګه دی په افغانستان کې که راته ووایې؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما خدمت شما عرض بکنم که در هر کشوری که لحاظ سیاسی تغییرات می بخشای اقتصادی بخشای اجتماعیش زیر تاثیر خود داره، زیر تاثیر یا مثبت یا منفی می متاسفانه تا یک سال که تغییرات سیاسی در افغانستان آمد متاسفانه در بخش تشبسات کوچک ما مشکلات زیاد را داریم. قسمی که پیش بینی می شد، خب استخبارات منطقه جمع کشورهای زی داخل در قضیه افغانستان با یک ایاهوی یا یک سرصدای بسیار زیاد تانستن که اقتصاد افغانستان ضربه بسیار بزرگ بزنند. اکثرا پا به فرار گذاشتن، سرمایه های خود به بسیار قیمت پایان به فروش رساندن، دکان های خود به بسیار قیمت پایان به فروش رساندن، بسیاری حتی مال خانه و سرمایه خود به فروش رساندن که میریم به طرف کشورهای غرب، اینجا جنگ میشه و وضعیت خراب میشه و حالت خراب میشه. این یک تاثیر بسیار ناگوار بالای اقتصاد مردم کرد، و خصوص کسایی که تشبسات کوچک کار میکردن با سرمایه بسیار کم کار میکردن، اینا یا کاملا از بین رفتن یا تقریبا دولت از بین رفتن هستن. خب کسایی که سرمایه بزرگ داشتن اونا توان زیر داشتن که خساره رو بپردازن یا توان مقاومت بکنن در مقابلش، ولی تشبسات کوچک متاسفانه ما یک به شکل یک سروی مقدماتی که داشتیم تا حدود 30%، ولی حال تا 50% ما پیش بینی کردیم که تشبسات کوچک از بین رفتن. یعنی 50% علا منزه تلیل یا 50% نور چشته دیده دی وضعیت چنگه ده؟ خب اینا هم وضعیتشان خراب است. ما نشست های متعدد با در زمانی که ما در تصدی ریاست و اتاق پیشاوران بودم با رهبری امارت اسلامی افغانستان، با وزارت محترم تجارت، با وزارت محترم مالیه نشست های متعدد داشتیم در این مورد و پیشنهادات زیادی را برشان ارائه کردیم که متاسفانه یا نظر به شرایط زمان یا نظر به وضعیت فعلی امارت اسلامی افغانستان نتونست او را تطبیق بکنه یا همکاری بکنه، ولی امیدوار به این هستیم که بعد از این امارت اسلامی افغانستان توجه زیادتر سر بخش تشبسات کوچک بکنه. فعلا واقعیت آدم باید بگه که تمام فکر و توجه امارت اسلامی افغانستان به طرف بخش صنعت و بخش معادن است، ولی در تمام دنیا یک تجربه شده که ستون فقرات اقتصاد یک مملکت تشبسات کوچک است. آقا از خغل عمری د افغانستان د ریاست الوزرا اقتصادی منستر خغل عمله برادر اخوند په کانتینټال هوټل کې هم د ټول هوادوال څخه هیله وکړه چې دلته سره مې گزاریو که یا تاسو مثال خپل کاربار ته ادامه ورکړئ. تاسو بیا خبر اوریدلی وی کنه؟
کاملا کاملا بعض همکارای ما در اون جلسه اشتراک هم کرده بودن. من پیشتر خدمت شما عرض کردم که یکی گپای است که از طریق امارت ما میشنویم، ولی متاسفانه در کار عملیش ما تا بال چیز را احساس نکردیم. ما پیشنهادات زیاد داشتیم در مورد از اینکه کرایه جایدادا باید مافیات پیدا بکنه، کرایه جایدادهای دولتی متاسفانه کار نشد، کاهش پیدا بکنه نشد. در مورد مالیات پیشنهادی که داشتیم، ولی حال که باید اونا برای ما وعده کردن که ما در سال 1401 ما بر شما 0.5% میسازیم، ولی حال تیمی که برآمدن در بعض جایا متاسفانه به عوضی که مالیات را نظر به وضعیت فعلی کمتر تثبیت بکنن، دو چند و سه چند تثبیت میکنن که یک نوع سرصدا را به وجود آورده. و در ولایات اکثرا ولایاتی که تقریبا اینا غیر فعال شدن از لحاظ کسب کار، اونا زیاد سر صدا در این مورد دارن که با ما همکاری نمیشه به خاطر جمع‌آوری عواید، بلند رفتن عواید مستوفیت ها، و اونا قانون در نظر نمیگیرن. ولی یک پمده و اساسی است که ما قبلا هم برای امارت اسلامی افغانستان پیشنهاد دادیم، حالا هم از طریق تلویزیون شما در مصاحبه قبلی خود هم ما گفتیم که بسیار مهم عمده و اساسی موضوع قانون هست. باید افغانستان از لحاظ اقتصادی یک تشریع شود که ما به طرف کدام سمت اقتصادی میریم. از لحاظ قانونی ما به طرف اقتصاد متمرکز میریم، مختلط میریم، سکتور خصوصی رو مکمل نقش میتن نمیتن، و این گپ هایی است که از لحاظ اقتصادی کدام سیستم اقتصاد جدید باید وجود به وجود میارن. چارچوب نده جور شود، بالکل یک اصول اساسی باید جور شود که متاسفانه جور نشده، و این خودش تاثیر بسیار منفی سر بخش اقتصادی کرده. خب هر شاروالی هر ولایت خودش تصمیم گیرنده است. هیچ شاروالی تو برش که میگه اقتصاد آزاد، میگه اقتصاد و بازار آزاد در قانون اساسی بود، ما قانون قبول نداریم. خب پس چی قبول دارین؟ ما خود ما این سیستم را جور میکنیم. اقتصاد اسلامی یعنی کدام چیز داشت؟ خب خواه خغلی عمری آقا قانون نقص شوایده ده مالیاتی اقتصادی ده. خب خواه تیر حکومتونو کیو؟ خب بود، من عرض کنم خدمتتون، مثلا در سیستم اقتصاد بازار نرخگذاری هیچ وجود نداره، ولی فعلا نرخگذاری در تمام شاروالی ها هست. نرخگذاری در تمام شاروالی هست، ولی در سیستم اقتصاد مختلط و اقتصاد متمرکز با سیستم نرخگذاری هست، نه در سیستم اقتصاد بازار. آل دولت باید، امارت اسلامی افغانستان باید یک اصول اساسی خود تعریف بکنه بر مردم که ما به اساس اینی اصول و این مبنا پیش میریم. اقتصاد افغانستان باید به اون اساس پیش بره که تا کسایی که متشبثین هستن، کسایی که فعالیت کننده اقتصادی هستن، مطابق از خود عیار بسازن. متاسفانه حالا هیچ کس خود به یک سیستمی که نامعلوم است عیار ساخته نمیتونه. بله بله، ډیر مننه کوم. یو څه شی ډیر تسترګو هیڅ کی یو مویسوینو هغه په کابل ښار کې، ځکه د کابل ښار مثال ځکور کوم چې دا یو لوی ښار دی او دلته ډیر خلک پکې اوسیږي او ګڼګوډه پکې ډیره ده. دوی دغه د لاسي پرولون کتاب ځنې غرفې جوړې کړلې دي، په سپیر رنګ او منظم کړې دي. خو لکه څنګه چې ویل شوي هغه منظم هم نه دي، ځکه اوس هم غیر منظم توپ پکې ډېر دی. دغه تاسو څنګه ارزوئ؟ دا تاسو څومره په نیک پالنې سره دا ښه پرېکړه ده که نه خلک ته ستونزې مشکلات جوړ کړي؟ ما خدمت شما عرض بکنم که در گذشته ها یک بار نه که به ده ها بار ما پیشنهاد داده بودیم بر رهبری شاروالی، بر رهبری نظام قبلی و بر رهبری امارت اسلامی افغانستان هم و بر شاروالی کابل، شاروالی ولایت. ما طرفدار از این هستیم که باید دستفروش ها منظم فعالیت بکنن، چرا این پدیده دستفروشی تنها در افغانستان نیست، در تمام دنیا هست. شما به هر کشوری که برین، در کشورهای بسیار متمدن و پیشرفته، که طور مثال اگه شما برین به عربستان سعودی، عربستان سعودی از لحاظ اقتصادی هیچ مشکل نداره، ولی دست فروش ها دارن. کشور از کشورهای بیرون سودان و مردم سودان و بنگلادش و یک کشورها کجا میان اونجا دست فروشی میکنن، ولی اونها یک جای مناسب دارن. ببینید شما اول همی فعالیت دست فروش هایی که در پیشوری دوکان ها غرفه برشان مانده شده، یک دست فروش یک دوکان تا بر مثال یک غرفه را گرفته به 3000 افغانی کرام میده، ولی پیشوریش یک دکاندار که در پیشوریش است او 30000 کرام میده. امو هم تهره که این دوکان غرفه در غرفه مفروشه و امو تهره او در دوکان مفروشه، این با او نمیتونه رقابت کنه، در حقیقت این از بین برد، مجبور است او هم دوکان خود تخلیه بکنه بیا یه غرفه بگیره. این به طرف پیشرفت نرفتیم، ما به طرف عقب رفتیم. یا طور مثال از لحاظ خود این مناطقی که غرفه ها گذاشته، طور مثال در دانباخ
شما قسمت دانباغ ببینید در بین سرک غرفا مونده شده یا در سر جویا مونده شده. ما شما در موسم زمستان این یک ماه بعد زمستان برفباری و باران و بارانای موسمی شروع میشه، این کلی جوی چا بند میشه. بازی غرفا رو چی میکنن؟ غرفا رو پس میکنن، بازی جوی پاک کنن، باز پسی غرفا رو بونن. اپا دی گنگون خار که ابیا چی ریکی دی چیز تکی گی؟ ما قبلا همی پیشنهاد داشتیم که برای هر نایه دو ساحه سه ساحه مشخص ساخته شد، مارکت های سرپوشیده مثل کشورهای دیگه و شکل دائمی ساخته شد. مثال خغلی عمری در دیرو پیسو تلگک لری موگ دی داشتون دلرو مدیریت نلرو، ولی مشکل چی دیشدن؟ متاسفانه اینجا دو گپ است، یکی مدیریت نداریم و اگر مدیریت داریم اینجا منافع شخصی بسیار مطرح است. و سم مطرح دی پدی امارات خب اسلامی؟ خام خام بتون است که اگر در رهبری هم ادارات امارات اسلامی قرار داره، ولی در سطح پایین کسای دیگه وجود داره که کارا رو میکنه. ما این را گفته نمیتونیم. بسیاری کسا هست که در امارت اسلامی در رهبریش هستن، ولی اونا بیچاره چون تجربه ندارن از کار. وقت چیزی که مامور پایین رتبه سابقه برش میگه، او فکر میکنه خیرمی به نفع مردم است، در حالی که او منافع شخصی خود بودی. ولی استاس گونده کسان ها کسان چه مسلکی دیدو قصه مشوره نکی پدی تلا بانده؟ خب این واضح است که نهادهای اجتماعی، نهادهایی که مربوط به بخش خصوصی هست، فعلا صدایشان کمتر شنیده میشه. این باید ما اعتراف بکنیم. شما باور بکنید که ما در بسیاری موارد تا یک روز، دو روز، سه روز هم نمیتونیم که چهارول صاحب ببینیم. در بسیاری موارد نمیتونیم که طوال ما شاید اضافه از ده ها بار برای بسیاری از وزیرای کابینه ما پیشنهاد دادیم که ما یک ملاقات هم رایتان میکنیم، نتونستیم دیده. بخاطر اینکه یا مصروفیت های از اونا زیاد است، یا اونا کسایی که بازم هم گپ است که در زیر دستا اینا هستن، چون منافع خودشان در خطر میشه نمیخواین که در جمهوریت کم ډیر وخت شکایت هم دا و د خلکو دی ویل چې وزیر لیدل بیخی ناممکن دی یا د یو ښاروال لیدل ناممکن دی به هغه و چې د افغانستان اسلامي امارات کله شراغ دی ویل چې مونږ وزیر زمونږ ښاروال حتی زمونږ رئیس الوزرا به د هر چا سره ګوري او ستونزه به نه وي. نو دغه ستونزه تاسو مقامات ته شریکه کړي سره د چا سره ممکنه ولې شما له جلسات نشست وجود داره برشان گفتم میشه اونا خود در رهبری ما پښته براتون گفتم که رهبری مثلا طور مثال پیش خود ملا صاحب برادر که بری او بیچاره میگه که دروازه ما بر تو باز است، هر ساعتی که میای بیا، ولی وقتی که میای دانه دروازه باز، دانه دروازه نمیمونه تو. این مشکل از سطح پایین است، این در سطح تمام ادارات هم یک پس که مشکلات امروز نیست، امروز جلسه داره، امروز تایم نداره، امروز این نداره، امروز این مشکلات وجود داره. ولی کل هدف اصلی و اساسی سر ازی است که ما پیشنهاد ما بازم از طریق تلویزیون ملی افغانستانی است که تا زمانی که اقتصاد افغانستان توسط سکتور خصوصی و به خصوص تشبستات کوچک تقویه نشد، دیگه کس نمیتونه اقتصاد تقویه بکنه. من مثال برتون بودم، ما یک فابریکه داریم 200 یا 300 یا 500 نفر کار میکنه. امی 500 نفر اگر یک فابریکه بسته شوه، تاثیراتش سر مردم نمیه. یک قلم تورم سو کاغذ تشناب تولید میکنه، کاغذ تشناب تولیدش یک فابریکه بند میشه. ولی اگر شما برای یک روز 3000 خبازی که در سطح شهر کابل سیر بسته بکنن، تمام مردم 6 میلیون که در کابل زندگی میکنه گشنه میمونه. ببینید تاثیرات تشبیهات کوچک با تشبیهات بزرگ. طور مثال شما می قصابی ها رو بسته بکنین، درست شما قصابی رو بسته بکنین، مردم سر صداش میبره. شفاخانه گوش ندارد، قطعات امارت اسلامی گوش ندارد، طور مثال مردم هم گوش ضرورت داره نداره، اوتلا گوش دارن ضرورت داره نداره. یک تو تشبسات کوچک تاثیر مستقیم داره سر زندگی روزمره مردم و اینا کارآفرین هستن. ما بازم خدمت شما عرض میکنم، همین خبازی رو برای شما یک مثال میتونم. در یک خبازی بین 7 تا 11 نفر کار میکنه، طور اوسط شما 7 نفر که تعداد پایینش هست میگیریم، 3000 نانوایی است، این 21000 نفر در این کار میکنه. اگه 21000 نفر شما ضرب 5 نفر که اعضای فامیل داشته باشن، 1,10,000 1,20,000 نفر تنها از یک نانوایی نانخور است. در حالی که اگه شما یک فابریکه رو بسته کنید که 200 نفر داشته باشه، و 200 نفر کل تاثیراتش در 5000 نفر. و اولا مسئله ډیره مهمه ده خغلی عمر، استاس ټول خبر سره زب هوادوال به هم غږی وي. دوی وی هوادوالن وی او زیاتره د افغانستان اسلامي امارت تاغه مسولین وی، دوی مو یو مشخص د مثال د تور کوم احمد چابا مینه کی ارزان قیمت کی، دوی یو مشخص صحه ورته جوړ کړی ده دستروشان ته. هغه صاحب
شاید کله چې دوی جوړه کړو چا نه کې دروغ داویم په وکه هغه باطل شو وی چې دا ستاسو زاید د تغرفې جوړ کې هیڅ کم تاسو سره کار نه لري امه هغه ورته جوړ کړ تقریبا دا حساب یو امیاش دوام وکړ یو مشت نو ورسته البته د ناحیه نه پرغه امارات اسلامي مسولینو دوی ته ول چې ور د سرک سره تمر اوځي دوه ما چرای ورته وای شي ډیر ګنګړه د چوری په دې کې ما درګه د ستوند جوړه خو دوی هغه ونه منله بیرته به راغل د سرک په سر برتل کله به کراچي په یو کوڅه نسل کله بل په مشخصه کې تل بیا به کله پښتنه ماته کړي څو ځله وسړای ته ول خپل ځان ودرېږي دوی لاله مخته څوک ناراضي شي څو واخلي زمونږ زیاتره ګټم د سرک ځکه د ګنګړه دلته ډیره اته ریکشا والا و ویل چې دوی دلته چوي خې دي ځکه مخته ډیره سوالي به پیدا کی خلک د دې ځنه مخته دوی چالتہ بولې د مخته تصویرلی نه پیدا کی دا غستون دي زه اوس پښتنه دلته کوم تر دې چې هغه ته په غیزه کې اخر پوسټه ورته وچو د افغانستان اسلامي امارات مسلمان واچل چې دا غته کار څوک راځي دوی باید گرفتار شي په ټوله کې دلته سونځه په څومره پم دغه لاس پروژنون کېم د شي مشخصه ته لار چې کوي ورز ورنشي څلور ورځ کسان ورنشي 15 ورځ به حتما ورزي ځکه ضرورت لري غشای به ترین اخلي ببینید من خدمت شما پیشتر عرض کنم که وقتی که ما بتونیم در مناطق مختلف ساحات مشخص برای ساخته شوه که دائمی باشه بله که دائمی باشه اینا مارکت سرپوشیده داشته باشن هر کسی ما ضرورت داشته باشه میفهم که نمی جنس مختصانه کی خود ما میریم بله خلق تا ما سانه مردم میریم در اینجا دو گپ است یکی افراد اشخاص است که قانون گریز هستن که پیشتر شما اشاره کردین که اون مردم افراد اشخاص داریم در بینش واقعا مردم افراد اشخاص داریم که میخواین که دلب سرک باشن از اونجا منفعت بیشتر به دست بیارن یکی افراد و اشخاصی است که متاسفانه برشان غرفه نرسیده ما موارد داریم که یک نفر 10 غرفه 12 غرفه گرفته یعنی و سم دغه موارد بله بله حتی چند روز پیش در کوته سنگی در سایه کوته سنگی یک نفر جای 6 غرفه را گرفته بود دیگه نفر اون غرفه را مونده بود تا جنگ و نزاع و قلمقال و مشتاخان و گفته مردم ما میانه و بالاخره به دفتر ما آمده این فعلا این گپا وجود داره که مثلا بنام بچه خود میگیره بنام میره پیش بچه خود پیش میگیره که باید یو یو عدالت یو مکانیزم جور شه چی پینا پارت یو غرپا ور کاملا نه بد چی تا یو بستا فامیل تا دو غرپی اخلی کاملا اول فعلا انمی گپا باید سازی میشه که بر کسایی که واقعا ضرورت داره بر از اونها نمیرسه دومی که مرد بیساری کسا از هم خود هم محل کار اطمینان ندارن مگه امروز همین ساعه رو برای ما ساخته یک ماه بعد دو ماه بعد شش ماه بعد یک شاروال دیگه می امیر پس چپم میکنه ما در گذشته های تجربه رو داشتیم در سایه کوت سنگی دو بار سایه ساحه ساخته شد یک شاروال که رفت دیگه شاروال آمد گفت نه غلط است رو پس چپ کنین پس کلش چپ کردن این ساحاتی که کاملا اسکیچ باید شوه سرپوشیده باشد که لازم مسائل برف باران تابستان زمستان دیزاین شوه و این یک قاعد بسیار خوب به شارواله هست بله بله اگه اینا رو خود شارواله امار بکنه سر به شکل انگرای سرپوشیده داخلش تخت بزنه غرفه بزنه و هیچ کتا یک دروازه دخولی باشه یک دروازه خروجی باشه که جنس داخل شوه پس خارج شوه این یک قاعد بسیار خوب به شارواله هست از هر غرفه خود پول میگیره از کثافاتی که انتقال میده پول میگیره از آبی که مصرف میکند برش میتر نصب میکنه پول میگیره یعنی زیر نظارت و کنترل نظام جوری حالا تمام دنیا ما پیشتر براتون عرض کردم چون در کشورهای بسیار پیشرفته دست فروش وجود داره ولی بر از یک سیستم جور شده بله. شما مثلا طور مثال برین در چین ببینین شما مثلا طور مثال برین در دبی ببینین در دبی در هند ببینین همشون مارکت های بسیار مجهز مکمل پاک صفا ساخته شده میرین هر جنس کار دارن گوشت کار داشته باشن در قطار گوشت میرین ترکاری کار داشتن ترکاری میوه کار داشتن میوه خشکه باب کار دارن خشکه حتی لباس و هر آن چیزی که به شکلی که باید فروخته شود در جای مخصوص میخرین پس مبرین هیچ مشکلی وجود نداره حتی در اونجا سهولت های بانکی وجود داره در دیگر کشور ها مثلا شما پول کمبود میکنین ماشین های پسنداز ماشین های اتین یا موندگی سرکس پول خودم میگیره کش میرین سودای خودم میخره یعنی این یک مارکت هایی که از هر لحاظ میشه این مردم بسیاری کسایی که از این دست فروش هم نمیره دلیل شید اینا سر از اون مارکت ها اعتماد نداره میگه که امروز هست سبار زمین سایز اصلا مثلا در مستر پلان است سایه سبز امروز غرفه رو مونده سبا یک شاروال دیگه میگه غرفه رو کلش پس کنین سایه سبز تطبیق واقعیت دستون زشته ده کوم غرفه شو سوار کول شوی دیم دغه سروشان ته دوی دیدی د کرایت خام شکایت کی دوی ډیره ده تاسو په دې تړاو سوای خب نظر به فعالیتشان خو فرق میکنه هر ساحه
مثلا در بسیاری ساحات است که همی 3000 یا 4000 یا 5000 پی که کرام میتن اون هیچ پول نیست. این آدم باید بگه به خاطر از اینکه در نظام گذشته در نظام جمهوریت ما شاهد از این بودیم که مثلا اونا در هفته 5000 و 6000 بر پلیس و امنیت و بخشای نایه و اینا میدادن که در اونجا اونا را اجازه میداد فعالیت بکنن. یعنی اگر 5000 میدادن 4 5 ما 20000 پک کرایش میشد، حالا 5000 کرام میدن در بسیاری ساعت. ولی در بسیاری ساعت که الهاز موقعیتش خوبتر نیست، اگر کرایش باز کمتر شد خوبتر است. ولی من یک چیز خدمت شما بازم عرض میکنم که متاسفانه در 20 سال مردم افغانستان با یک روحیه، بعضی می افراد و اشخاص از این دست فروشان با یک روحیه آموخته شدن گپ عامیانه ما و شما که هر آن قدری که برشان پولش کمتر هم بسازی بازم میگه ولی زیاد است و هیچ قناعت ندارن، هیچ قناعت ندارن. پیشتر شما خودتون فرمودین که برشان مارکت ساخته شده، میگه نه من میرم در روی سرک کار میکنم. همین فعلا در شما در لیسه مریم برین این مشکل وجود داره، بر کلشان غرفه رو ساخته ولی کلشان در روی سرک هستن. ما قناعت نداریم و ما بازم پیشنهاد میکنم که ساختن غرفه ها در پیشری دوکان ها این یک آفت است که برای بیکاری مردم افغانستان دوچند میسازه، نه اینکه برای مردم کار پیدا بکنه. ما پیشتر عرض کردم براتون که دکانداری که در پیشریش است اون مجبور است دوکان تخلیه بکنه، بیا یک غرفه بگیره، در حقیقت و سرمایه از او از بین ده. کاروبار به طرف پیشرفت نیست، به طرف عقب گرد است. وقت اگه کراور کیوی به د دې ترڅنګ مالیه ورکړي، مالیه میته، شاگرد داره، برق میته، دکوریشن دکان داره، از هر نگاه مسئله. او جنس په پخې کې میجه، ماغه جنس وی د باندې به ماغه ماغه جنس. هغه ارزان در کوي، هغه مجبور دی قیمت ایزا ورکړي، تا کراور کوي نور ستونزې مشکلات. بالکل. ای باید برای هر مساحه هر نوعه مشخص شوه، سایه مشخص باشه، مردم وقتی که ضرورت داشته باشه حتما میره. و پیشتر شما یک موضوع رو گفتین قیمتی، اگر قیمت است، کرایه قیمت است، چرا این مردم بعد سر گرفتن غرفه قدر جنجال دارن؟ بله. چرا که جنجال میکنن؟ چرا واسطه میکنن؟ چرا وسیله میکنن؟ چرا عرضه میکنن؟ چرا هم غرفه رو گرفتن که قیمت است؟ دستون زشته ده. پر طوله که ده حل لاره چه ده اوز محل یو بلا مسئله هم مهمه ده چه ده کابل خار که گنگونه یو چه کمه شوه ده. زنه پیگه ما چه اوز پا که نفوس دومره دیر نده یا ده لاسی پلون که منظم شوه ده تاس بموینه یو چه گنگونه کمه شوه ده. خب موضوع فروش ها هم تاثیر خود داشته، ولی موضوع بسیار عمده و اساسی است که موتر کم شده. به خاطر از این کم شده که یک تعداد افراد اشخاصی که قبلا در موسسات خارجی و در دفترها با نیروهای خارجی و اینا کار میکردن، اونا در کدامشان در خانهشان دو دانه سه دانه موتر بود که متاسفانه نقلشان حال موتراشان یا استاد است یا موتر خود بقی نیم بای سودا کردن و رفتن، موترها همگیش از شهر خارج شده به طرف ولایت رفته. دومی که بلند بودن قیمت تیل، خود تیل وقتی که قیمتش بلند رفت که اکثرا مردم مال چون توانایی گشت و گذار ندارن در موتر خود شخصی بگردن، چرا اواید گذشته وجود نداره، اونا مجبور هستن که موترهای خود استاد بکنن یا از بایسکل استفاده بکنن یا از موترهای شهری استفاده بکنن. و این موترهای شهری هم اونم شما میبینین که کرایش بلندتر است تا بسیاری، ولی از بایسکل اگه شما یک توجه کرده باشه نسبت به سابق موتورسیکل و بایسیکل به حد زیاد شده. زیاد شده شهر کابل واقعیت است. نگه این خودش تاثیر خود داره سر. بله. پټولا کې به دغه مشکل د حل لپاره تاسو کوم رال دي زونه امارات اسلامي مسولین تلاره خلکو تلاره مهرباني او کې پخره کې پیغام پټم. ما خدمت شما عرض وکنم که امارات اسلامي افغانستان بعد ما برش پیشنهاد میکنیم. د وزارت محترم تجارت یک ریاست است به نام ریاست تشبثات کوچک. او ریاست تشبثات کوچک باید از شکل که فعلا دش فعالیت میشه از او حالت باید بره، گرچه در رهبریش شخص بسیار فعال فعلا وظیفه اجرا میکنه و ما امیدوار به این هستیم که بتانه کار خوبتر و بهتر بکنه، ولی بدون حمایت امارت اسلامی رهبری امارت اسلامی افغانستان نمیتونه کار بکنه. باید ریاست تشبثات کوچک وزارت تجارت به یک ریاست بسیار فعال تبدیل شود. نظریات، پیشنهادات باید گرفته شود و سر از او باید امارت اسلامی افغانستان یک پلان منظم بسازه. ما قبلا چون وقت شما بسیار کم است نمیتونیم همه گپانی رو تشریح بکنیم. ما یک پلان بسیار منظم، پیشنهادات بسیار مؤثر برای رهبری امارت اسلامی افغانستان هم قبلا تسلیم کردیم، با وزارت محترم تجارت هم تسلیم کردیم. امیدوار به این هستیم که
اونا با استفاده از امو پیشنهادات، با استفاده از مشاورین که در عرصه اقتصاد زیاد بفهمن، با استفاده از اونا بتانن یک راهکار بسیار خوب را تهیه بکنن بر بخش تشبثات کوچک. ډیره مننه کوم ښاغلی نورالحق و مریش زموږ سره په خبرونو کې ګډون وکړ. تاسو په چار کې بریا وغواړو. خوشحاله اوسئ.